وقتی که حالا زمزمه های تولید واکسن، این که کرونا میتونه واکسن حالا علیه ساخته بشه و میتونه متوقف بشه شاید با واکسن شروع شد، حالا عده‌ای معتقدن که ایران دیر هنگام هم بحث واردات واکسن رو شروع کرد هم بحث تولید واکسن رو شروع کرد. اولا ما معتقدین به اینکه دیر هنگام این اتفاق افتاد و علت رو چی میدونین؟ و دوباره اینکه چی شد که انیستو پاستور حالا واکسن کوبا رو انتخاب کرد و وارد تولید مشترک با کوبا شدیم؟ خب این سوال تقریبا همه ایرانی هست که در واکسن چه اتفاقی افتاد. ما خودمون تو پاستور تقریبا میتونم میگم تو خرداد 99 واقعا درگیر تشخیص بودیم، چون مسئله اصلی تشخیص بود. و تو دنیا هم واکسن هایی که تولید شده بودند و در دسترس قرار می گرفتن، واکسن اولین واکسن ها واکسن آسترازنکا بود، واکسن فایزر بود و واکسن اسپوتنیک، و در ماه های بعد هم واکسن سینوفارم، سینووک چین و واکسن بهارات هند اومد به بازار. تقریبا میتونم بگم که پروژه تلاش برای خرید واکسن با تک تک این کشورها، چون وزارت بهداشت این کار رو انجام میداد دیگه، ولی اون چیزی که من ناظرش بودم این بود که شاهدش بودم این بود که ایران چندین راه رو پیش گرفت. یکی این که اول با تک تک کشورها وارد مذاکره شد که واکسن بگیره. خیلی صادقانه میگم بهتون، تنها کشوری که چراغ سبز زود هنگامی به ایران داد کشور روسیه بود که اسپوتنیک رو گفت اگر تو داشت تولید میکرد، ولی فاز یک کارآزماییش بود، فاز اول کارآزماییش بود، اگه تولید کنم حتما ایران رو توی اولویت میذارم. و یادتونم باشه اولین واکسنی که وارد کشور شد اسپوتنیک روسی بود. کشورهای دیگه عملا گفتن که اولویت خودمون هستیم. یک راه دیگه کوکس بود، یعنی سبد سازمان جهانی بهداشت، که اون هم داشت پیش میرفت و خب یک امیدواری بود که شاید اون بتونه واکسن بده. و ایران چون نگران بود که مثل مواد تشخیصی تحریم بشه ندن، که واقعا هم خب تا حد زیادی اینطوری بود. بهار 99 اولین فکر برای این که بتونیم واکسن رو بسازیم تو هم تو وزارت بهداشت شکل گرفت، هم توی خود انیستو پاستور ایران. من یادمه که در فروردین ماه در اوجی که گرفتار تشخیص بودیم جلسه گذاشتم تو همین سالن اصلی از همکارانی که میتونستن یعنی واکسن بسازن، خواستیم که هر طرحی دارن بیارن. و مسلما خب همه طرحی که آوردن ما از اون انتخاب کردیم، حدود 12 تا طرح فرستادیم به، چون نمیتونستیم پول همه طرحا رو برای ساخت واکسن بدیم، معرفی کردیم به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و یک طرح واکسن رو هم خودمون داخل پاستور شروع کردیم. چون تخصص خودم بود، کار خود میتونستم به هیچ کس نیاز نداریم. واکسن بر مبنای آدن ویروس بود، چون کار تخصصی خود من آدن ویروس مثل آسترازنکا، مثل اسپوتنیک، و اون رو پیش بردیم. ولی خب تهیه مواد خیلی خیلی سخت بود برای ساخت واکسن، چون ما اصلا بسیار سختی در می آوردیم و از این طرف اصلا منابع زیادی هم پولی هم در خدمت در پاستور نبود. و نکته اصلی هم این بود که هنوز خیلی اعتقاد داشتن که بالاخره واکسن مؤثر مثل بیماری های دیگه نخواهد بود، که الان هم معلوم شد که اینطوریه دیگه، که یه واکسن بزنید دیگه تموم بشه. یعنی خیلی رویکرد مشخصی وجود نداشت. دولت و همینطور وزیر بهداشت از پاستور خواست که، چون پاستور تنها واکسن ساز مستقیم متصل به وزارت بهداشت بود دیگه، گفتن شما برید یه پروژه بین‌المللی رو مشارکت کنید که اگر
واکسن داخلی به مشکل خورد حداقل یه واکسن مشترک داشته باشه. خب ما 4 تا انتخاب داشتیم، یکیش اسپوتنیک روسی بود، یکیش سینوفارم بود چین، یکی بهارات بود و یکی هم کوبا بود. با توجه به اینکه اسپوتنیک روسی خیلی تمایل نشون میداد که کار کنیم، ولی خودمون آدرن رو میساختیم، یعنی دیگه نیازی نبود که بریم اسپوتنیک رو مشارکت کنیم. آپشن دیگه سینوفارم و برکت بود، سینوفارم و بهارات هند بود که اونا اینکتیو کار میکردن. اینکتیو تأسیسات هزینه بره و چون برکت ایران هم داشت همون کار رو میکرد، معتقد بودم که نباید دوباره کاری کرد. یعنی وقتی یه شرکتی داره یک پلتفرم رو میره، نیاز نیست منم برم دوباره همون پلتفرم رو برم. و همون موقع شواهد نشون، کار خود من آدنو بود، شواهد نشون میداد که واکسن های آدنویی ممکنه مؤثر باشن ولی عوارضی خواهند داشت، چون اصلا کار ریشه من آدنو ویروس به عنوان وکتور مشاهده شد. که به همین خاطر توی به این نتیجه رسیدم که بهترین کار برای سرمایه‌گذاری روی واکسن‌های پروتئینیه. و همین خاطر وقتی که با کوبایی‌ها تماس گرفتیم، دیدیم کوبایی‌ها، اونها به این نتیجه رسیدن که واکسن پروتئینی درسته و ما واکسن پروتئینی رو هم اینجا شروع کردیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که پروتئین تنهایی معنی خوبی نمیده. همین نتیجه رو کوبایی‌ها هم گرفته بودن تقریبا، چون ما با کوبایی‌ها سر پنوموکوک داشتیم صحبت میکردیم. به این جمع‌بندیمون اینطوری شد که پلتفرم پنوموکوک بهترین پلتفرم ساخت واکسن کووید هم میتونه باشه، چون پلتفرمیه که سیفه، یعنی روشیه که چون ما از پلتفرم پنوموکوک برای تزریق به کودکان استفاده میکنیم، نوزاد و شیرخوار رو میزنیم، پس واکسن ایمنی هست. ولی خب واکسن ساخت، ولی فناوری داره توش که پروتئین های کووید سوار میشه روی پروتئین کوزاس، اکسید کوزاس، سم کوزاس. به همین خاطر این فناوری که شما پروتئین آنتیژن کووید رو سوار کنید روی پروتئین اکسید کوزاس، که میدونید کوزاس خیلی واکسن بی خطریه دیگه و همه استفاده میکنیم، هیچ عارضه‌ای هم نداره معمولا. و همین خاطر دیدیم بهترین راه اینه. و وقتی که ولی این فناوری در اختیار کوبایی هست، اولین واکسن دنیا هست که به عنوان پاسوک پلاس که اصلا با هدف یادآور یا بوستر طراحی شده، فاز 1 که انجام شد نتایج رو دیدیم، ما دیگه وارد قرارداد جوینت پروداکشن شدیم، یعنی تولید مشترک. فاز دو قرار بود تو کوبا انجام، هم تو کوبا هم تو ایران انجام بشه، ولی فاز کوبایی خیلی سریع فاز 2 رو شروع کردند و نتایج رو که دیدیم نیاز به تکرار فاز 2 تو ایران نیست و تصمیم گرفتیم که فاز 3 رو تو ایران جدا انجام بدیم. واکسن تحت بررسی گرفت و خوشبختانه کار نتیجه کارآزمایی 3 ما در 10 مهر جنبندیش انجام شد که نشون داد 96.5% واکسن میتونه از بیماری شدید و بستری شدن جلوگیری کنه و در کودکانم در کوبا انجام شده بود همزمان، چون بزرگسالان ما انجام میدادیم، کودکان اونجا انجام میدادن، ما اطلاعاتو دادیم به قضادارو، گفتیم آیا نیاز ما انجام بدیم، گفتن نه، چون کودکان هیچ واکسنی مجوز نداره، سریع این واکسن دیگه تو ایران تکرار نشد، مجوز گرفت. آقای دکتر، حالا از نظر داخلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب یه کار خیلی بزرگی بود که انستوفاسو وارد مشارکت شد که با کوبا واکسن بسازه، چقدر از نظر داخلی اون حمایت وجود داشت
و چه چالش هایی داشتین توی این مسیر، چه حالا دشواری هایی داشت، آیا دولتی ها به قول هاشون وفا کردن؟ دنیا کمتر از 10 کشور ساخت واکسن کووید رو انجام دادن. خیلی خیلی کشورها شروع کردن ولی به خط پایان نرسیدن. شما اگر نگاه کنید بشمارید، من دقیقاً حالا ذهنم نیست، ولی بشمارید حدود شاید 10 تا کشور تونسته باشن. اغلب کشورام مشارکتی ساختن، مثلا فایزر و مدرنا در واقع محصول مشترک آلمان و آمریکاست، آسترازنکا محصول مشترک سوئد و انگلیسه، درسته یه مشارکتی واکسن رو ساختند. یعنی و خب برای واکسن ها هم و ایران یکی از این 10 کشور بود. دانش فنی خوبی تو کشور وجود داشت و تو این 2 سال هم خیلی خوب پیشرفت کرد. داشتن چندین پلتفرم دست و باز میذاره برای کشوری مثل ما که تو مواد تشخیصی دیدیم، تو واکسن دیدیم که واقعا رحم نمی کنم بهمون، تعارف هم نداریم. یعنی این چیزیه که واقعا آدم با جدیت تمام، نمیگم واکسن نمیدیم، ولی وقتی که نمیذارن پولتون منتقل بشه عملا شما واکسن نمیگیرید، حتی واکسن نمیتونید بخرید. اما نگاه کنید که واکسن هایی که در دنیا تولید شد، مثلا واکسن اسپوتنیک، من تو روسیه خود شرکت سازنده اعلام میکرد که خود رئیس جمهور آقای پوتین 2 ماه تمام زندگیشو گذاشت روی این واکسن و میگفتن که هر چی که میخواستیم همون روز برامون تهیه میشد که تون استفاده سمتون که به اون صورت اتفاق شد. 4 تا کشور تا حالا تونستند واکسن آدنو ویروسی بسازند: اسپوتنیک روسی، آسترازنکای انگلیسی، جانسون اند جانسون آمریکایی، کانسینو چینی. چون تکنولوژیش خیلی خیلی تکنولوژی بسته یه دست همه نیست. ولی من که سالها عمرم تو انگلیس و آمریکا گذاشته بودم و این تکنولوژی رو من داشتم و ساختم، ولی اینقدر با بی‌توجهی، یعنی ما اگر آدنو ویروسمون رو به موقع تمام میکردیم، هنوزم تو قضا دارو، یعنی تو پرونده تحت بررسیه. خب اتفاقا داورا میگفتن چرا بعد از این همه مدت این داره داوه، در حالی که ما خب خیلی روند طولانیه، خب قضا دارم کارش زیاده فلانه و اینا. ولی میتونستم بگم که هر کشوری این امکان رو داشت که آدنو ویروس رو بسازه، همون که ما اینجا ساختیم و کاملا مال پاستوره و نشون دادیم که چقدر واکسن موثریه، هم خودش به تنهایی هم در ترکیب با پاستوکوک نشون دادیم، ثابتش کردیم چقدر واکسن با ارزشیه. شاید اگر هر کشوری بودیم، این گروه هر کشوری بود، اینطوری با ما برخورد نمی کرد که انجام دادیم. ما تقریبا با پولی 1000 برابر کمتر از کشورهای دیگه واکسن آدنو ویروسیمون رو ساختیم. راجب میشه یعنی پولی که اصلا قابل مقایسه، ولی سرنوشتش به کجای پروندگی که ساختیم و الان 4000 ریال هم آماده داریم. خب ولی پرونده به کجا رسید؟ هیچ سرانجامی نیست. یا فایزر رو نگاه کنید، فایزر 2 بار 2 میلیارد دلار بهش پول داده شد. 2 میلیارد دلار راجعه میشید؟ کل ارزی که برای سازندگان داخلی، من واقعا اون چیزی که دولت در نظر گرفت رو میدونم، واقعا نمیدونم. مثلا من شاید مثلا شرکت های دیگه منابع دیگه در اختیار داشتن، شاید برکت مثلا منابع دیگه ای داشت، رازی مثلا شاید وام گرفته باشه، ولی واقعا پولی که ما توی دستمون برای واکسن داشتیم، یعنی چیزی که ارزی که به ما تخصیص دادن 40 میلیون یورو. 40 میلیون یورو رو شما با 4 میلیارد دلار مقایسه کنید و مقایسه کنید با وقتی که رئیس جمهور یک کشوری مثل روسیه میره وای میسته و میگه که این واکسن ساخته بشه، در حالی که ما برای گرفتن یک ارزی مجوز باید ماها بدویم. ضمن اینکه واقعا تشکر میکنم که کشور امکاناتش همین بود و اینو در اختیار ما گذاشت.
ولی الان نگاه کنید که برای ورود تجهیزات ما نیاز به پول داریم، ولی گرفتن از اون 40 میلیون یورویی که به ما قول داده بودن بهتون میدین، 20 میلیون یوروش، 20 میلیون یوروش نزدیک 6 ماه با 6 ماه دوندگی داده شد. میدونید وقتی که شما میخواهید تجهیزات بگیرید از کشور خارجی، میخواهید مواد اولیه بگیرید از کشور خارجی، 6 ماه پولتون تعهدتون عقب میندازید و بین بانک مرکزی و نمیرم فلان. دقیقا ما درخواستی که برای این پول داشتیم 20 میلیون یورو بود، اگه نگم 6 ماه کامل، حداقل 5 ماه کامل طول کشید، در حالی که اسمش اینه که اولویت واکسن ضرورته، در حالی که کشورهای خارجی یا حتی وقتی که واکسن رو تحویل میدیم، من مثلا 8 میلیون دوزم رو تحویل میدم، خب نسبت به واکسن های خارجی وقتی که خیلی تفاوت داره، چون واکسن خارجی فروشنده خارجی اول پولش رو میگیره بعد واکسن رو تحویل میده، تجربه میشید خب خیلی از موارد اینطوریه، بلکه ما واکسن رو تحویل میدیم حتی گرفتن ریالش هم به سختی صورت میگیره. دو سال گذشته شاید سخت‌ترین، پراضطراب‌ترین، شما لحظه‌ای رو تصور کنید که شما فردا صبح باید به کشور جواب بدید، کیت بدید، دانشگاه‌ها رو جواب بدید و هیچی دستتون نیست. یعنی به لحظه‌ای رو حساب کنید که باید مواد اولیه‌تون برسه برای واکسن، یا یه مشکل خاصی هست که باید حلش کنید، باید کارآزمایی رو شروع کنید، مجوز بگیرید. هماهنگ کردن اینها واقعاً کار سختی بود. من با اینکه تجربه های مدیریتی خیلی خیلی زیاد و طولانی داشتم، قبلا رئیس دانشگاه بودم، رئیس یک کلان منطقه دانشگاهی بودم تو کشور و همینطور سوابق کار بین المللی داشتم، تحصیل و کار طولانی مدت با سازمان های بین المللی خیلی زیاد کار کرده بودم، ولی میتونم بگم که جدی ترین تجربه هم تو کووید واقعا این بود که هیچ کدوم از تجارب قبلی نمیتونستم بگم کاملا اینجا به درد میخوره. یه تجربه جدید نو، فقط تنها چیزی که از مجموعه ها تیکه هاش به دردم میخورد اینه که یه بحرانه و باید آرامش سیستم آرام نگه دارم و سعی کنم که دیگرانم که دست باچه ترشون نکنم پیش ببرم. من فکر میکنم تو این مدت بیشترین آسیب جسمی واقعا به خودم وارد شد، یعنی خب استرسای خیلی زیاد که مشخصه، و بیشترین ضربرم که مثل همه بچه هایی که تو پاسور خانواده هاشو متحمل شدن، هیچ تعطیلی، هیچ آزادی عملی نبود و مسلماً کار سختی بود، ولی اگر دوباره تکرار بشه دوباره همین راه رو میرم، چون لحظه ای که کشور به ما احتیاج داشت سعی کردیم اون چیزی رو که در توان داریم انجام بدیم و واقعا خدا رو شاکریم که این فرصت رو پیش آورد که این کار رو انجام بدیم. تجربه بسیار ارزشمند ولی باهای بسیار زیادی هم بهش داده شد.